اساسنامه دانشکده انشاء تن بروان از این کل بافت تشکیل میشه، یعنی بافت کلها. این اساسنامه در مقدمه از یک پیش آوردها تشکیل میشه که چه چیز هدف دانشکده کل بافت ها. دوم، آماد یا هدف دانشکده انشاء تن و روان و ترسیمات هفت مایگاهی در مدار زمان در جهت پیشرفت انسان تا مرحله خدا به خدا. سوم، شورای مؤسسه دانشکده انشاء تن و روان و جایگزینی مرحله اول این شورا به صورت شورای عالی مصوبه به منظور سرعت انجام کارها. چهار، کلبافت ستونی به نظام نامه دانشکده انشاء. یعنی دانشکده انشاء روی چه ستونهای استواره؟ یک، نظام واحد هاست، یعنی یک ها. چون ما واحد رو یک می دانیم و این هست که کلیه مایگاه ها ستون یک هاست. قسمت دوم، زمان تعالیم یا زمان آموزش هاست. قسمت سوم، دایره آزمایشات متکی به دانشکده انشاء است. چون آزمایشات دانشکده انشاء فوق‌العاده دقیق بر وسائل استواره که در اساسنامه‌تون می‌بینید، یعنی دانشکده انشاء صرفاً به منظور لحظه ها نمیاد آزمایش بکنه، اون لحظه به منظور آزمایش اجتماع لحظه نهایی. پس در این صورت ما هیچ وقت برای دانشجو صرفاً سؤال طرح نمی کنیم که دانشجو مقید باشه که در حصار اندیشه ها باشه، بلکه دانشجو هم برای ما سؤال طرح می کنه همیشه. و از برخورد این سؤال ها آزمایشگاه ها هست. دانشجو ممکن از مدار دانشکده اونچنان خارج بشه که حتی در مرحله دانشجویی به مرحله استادی برسه. خیلی پیش آمد ها هست این چنینی. برای همینه که بسیاری از متفکران جهان در دایره حصارهای دانشکده های خود چیزی نمیابند و بعد پا فراتر میگذارند و بالاخره به جهان کشفیات و راز نیازها پی میبرند. دانشکده تن و روان راز نیازهاست، یعنی ما این کشفیات رو داریم. بعد میرسیم به مراحل این سه مدارج که عبارت است از نحوه این سازمان و جایگزینی آن به وسیله مربیان، همراهان، نمایندگان گروه ها، شورای هماهنگی و شورای عالی از دانشکده تن و روان برای نیازهای کیهانی. یعنی این کلبافت ستونی ماست. یعنی اگر ما امروز داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم، ما محدود به دانشکده انشاء صرفا که بعد در کل این مطالب شکافته خواهد شد، مقید به این نیستیم که امروزه ما در دانشکده انشاء چه چیزی رو باید بپذیریم. اون چیزی رو میپذیریم که برترینه و برای برترین ها منطقی داریم. منطق ما بر چه پایه استواره؟ یک، مدار درک فرهنگ ها. اولین قسمتش زبان مثلا که ما در دانشکده انشاء همه دانشجویان خود رو به یکی از زبانهای جهان پیرامون ما آشکوه میکنیم، که این یک مثالی بود از این کلبافت. پنج، مراحل گزینش دانشجو. سختترین مرحله انتخاب دانشکده تن و روان. البته ما امروز مقید هستیم به وزارت علوم آموزشی عالی، ولی در اصل ما باید از دامان مادر دانشجوی خودمون رو انتخاب می کنیم
تا مرحله تخصصی یا فارغ شدن انسان از مدار جبر درک و دریافت به اصطلاح مالگاه ها، که اینها هم در متن اساسنامه دقیقاً گنجانده شده.